در این خصوص صحبت کوتاهی داریم با محمد امیدی فر، کارشناس ارشد روانشناسی از تهران. سلام، خوش اومدید. آقای امیدی فر، با توجه به هشدارهای سازمان جهانی بهداشت درباره نیاز به تحول در سیستم‌های مراقبت از سالمندان، از نظر شما چگونه میتوان با الهام از آموزه‌های اسلامی و فرهنگ احترام به سالمندان به بهبود شرایط مراقبت از این قشر و حفظ کرامت انسانی آنان کمک کنیم؟ سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه امام حسین. برای سالمندان متاسفانه یک مدتی رویکردی به وجود اومد که خب خانواده‌ها افراد مسن رو به خانه سالمندان می‌سپردند و یا فراموش می‌کردند. اما آموزه‌های اسلام و حالا تو حوزه کاری ما روانشناسی به ما یاد داده که بتونیم افراد سالمند رو در خونه کنار فرزندان نگه داریم. بودن این افراد در کنار فرزندان و در کنار نسل کوچکتر باعث میشه که جامعه و این افراد کوچک یک سری از رفتارها رو یاد بگن و این محبت رو از افراد سالمند جذب کنن و کمک خانواده ها خواهد بود. اما که چطور میتونیم این افراد رو توی مدیریت کنیم؟ خب یکمی افراد سالمند حالا مشکلات خاصی دارن که شرایطش سخت میشه برای بعضی از خانواده ها با این جامعه زندگی آپارتمانی، و میشه از کمک روانشناسا، کمک پرستاران و حالا نهادهای اجتماعی استفاده کرد. محمد امیدی فر، کارشناس ارشد روانشناسی از تهران.